تو و پاتیلم کردی مگه این رسم مستی و راستی شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مسی و راستی برنامه که من معمولا توش کمی مس یخت چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با های خیلی جالبم مهمون امروز یه آدم خیلی خفن آدم حسابی من. مملکت قبل از که معرفیش کنم نیاز به معرفی که اصلا نداره ولی مثل همیشه اگه دوست دارین کار من رو دنبال کنید با هندل ارکینگ رام میدونید من الان تو تور هستم تو اروپا برلین کلن هامبورگ وینا آمستردام برین کینگرام بخرین اسپانسر این اپیزود مثلا میشه betterhelp.com مستی betterhelp برین هلپ. و از طریق لینک من که اینجا تو دیسکریپشن خواهد بود و اگه نیاز به ترپی آنلاین دارین از اونجا کمک بگیرین من خودم همونجا ترپیست میبینم و اینکه اگر دنبال کنجگاو هستیم برای سایک دیالک که برادرم کارش همینه مهران و میتونید به وبسایت اون mindbodyintegration.ca یا legacyjourneys.ca که لینک جفت اینا این پایین خواهد بود مهمون امروز خیلی خیلی خوشحالم که قرار باش صحبت کنم مانان ایستانی، کارتونیست و فعال مدنی اجتماعی سیاسی ها نمیدونم فعال اونقدر خودش حساب کنه یا نکنه همون کارتونیست خلاصه در وجه راحت آره. که ما چیزش نکنیم من افتخاری داشتم که با برادرشون توکا صحبت کنم یه, یه چند سال پیش اون اوایلی که این پادکست رو شروع کردیم و یکی از شیرین ترین اپیزودهای این پادکسته به نظرم اگه واقعا دوست داریم به این داستانهای توکا رو بشنوین برین اپیزود 33 سی سی رو گوش کنید خیلی خیلی چسبید خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از این این فرصت رو که با مانا صحبت کنم مانا خیلی خوش اومدی خواهش میکنم من خوشحالم و فکر نکنم به اندازه تو کجا جذاب باشه صحبت های من چرا اول بابا؟ اول اینو گوش کنین بعدا به این تو کار گوش کنین توقعتون زیاد نشه آره <applause> آره نه اتفاقا از همینجا شروع کنم داستانو که اگر اشکال نداره قبل به کارهای امروز برسیم دوست چون نمیدونم توی مصاحبه دیگه جای دیگه درمانی زیاد صحبت کردی یا نه ولی من با, با توکا که صحبت کردم از خیلی از, از, از جوانیش صحبت میکرد از بچگیش و از اینکه خب پدرتون رو خیلی تو سن جوانی فوت کردن و دست دادیم و مادر یه جورایی مسئولیت تمام خان مادر رو به عهده گرفته بود میخوام بدونم که بزرگ شدن توی اون, اون محیط و میخوام بدونم تو چقدر فرق داشت یعنی توکا هم تعریف میکرد که خیلی بچه درس خون و خیلی اه اه آدم موجهی بود و میخوام بدم که کلا اون اون که داشتی توی کودکی چقدر تاثیر گذاشت یعنی چقدر مثلا از 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 مادر چقدر از توکا چقدر الهام گرفتی که بعدا و جالبش که جفتونم ظاهرا معماری خوندین بعدا توی بله توی سن دانشجویی ولی آره دوستا چه از این بکگراند از چیزهایی که یادت میاد از, از چیزهایی که تاثیرگذار بودن ام. به قول معروف توی کودکیت اتفاقی داره برای من میفته اینه که هی hey, داره این خاطرات قدیم مفتر میشن میدونی یعنی یه فاصله ای که میگیرم قبلی ها محو و نابود میشن همینطوری کمرنگتر میشن ولی یه فرق ای بین حالا در, در موجه بودن و درس بودن, بودن اگر درس بودن رو نشانه موجه بودن حساب بکنیم من خیلی فرق با توکا نداشتم از این نظر <تص> من آدم درس بودم از مدرسه بدم میومد می اومد ولی احساس وظیفه میکردم که باید حتما در دروت بشم و درسم باید خوب باشه اینه که آره بچه 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 که کلاس بودم نمیدونم سوگولی بودم نمیدونم به اون معلم ها راضی بودن ازم اون موقع دست به سینه بودن خیلی ارزش محسوب میشد در واقع ما رو خراب کردن یه جوری موتی و دست به سینه بار سعی کردم بار بیاره فرقی که وجود داشت این اختلاف سن ده ساله است یه دوره تغییر کرد تو که وقتی که مدرسه میرفت قبل از انقلاب ایران انقلاب اسلامی بود من این بینابین دیگه یعنی یادم اول دبستان چرا انقلاب شد من رفتم دبستان ولی اول دبستان هنوز تقل بود فضا یادم معلم بی هجاب بودن بعد از سال دوم همه اجباری شد همه محجبه شدن من 6 هفت سالم بودم موقع هفت سالم بود و یه دوره کاملا متفاوت تجربه کردم بزرگ شدم نسبت به توکا من پدرم خب اون خیلی مدت بیشتری با پدر بود و شاهد روابط زن روی پدر مادر حالا اوج و هر هر دعوایی که داشتن یا هر خوبی که داشتن اون بیشتر بود من نه سالم بود هشت سالم بود پدر مرد اما به هر حال وقتی که مرد یک کتابخانه بزرگ پر از کتاب از خودش باقی گذاشت و در کنارش توکا هم بود طبیعتا اونم برای خودش کتابخونه دیگه ای داشت یادم کتاب خریده بود اینه که تو اون فضا بزرگ شدم دیگه یعنی خیلی اون موقع چیز دیگه هم نبود دوره اینترنت هم نبود دوره ای نمیدونم ماهوارم نبود هیچی نبود انقلابم شده بود تلویزیون هم هیچی نبود هیچ مطلق هیچ هیچ اینه که فقط اتاق بود و منم آدم اهل کوچه خیابونی نبودم میدونم تو کام هم همینطوری بوده مادرم ما رو اینجور بار برده بود بریم تو کوچه بازی کنیم شاید خیلی سالم نبود این قضیه به اینکه باید تو اون اتاق خودم مشغول میکردم و فقط کاغذ بود و کتاب بود و این چیزا اینکه که میخوندم یا نقاشی میکشیدم یا کتاب میخوندم یا کتاب های نقاشی نگاه میکردم یا کتاب کارتون و کاریکاتور تو کار نگاه میکردم یا کار کردنش رو نگاه میکردم در تمام اینا یه جورایی منبع و منشه الهام بوده دیگه یا کمک کرد در ساخته شدن همون اندازه اینا کمک کرد شخصیت من ساخته بشه که اون فضای نفرت انگیز دهی شست و اون برنامه های کسافت و اون دیم <تصفيقا> ساعت برنامه گمشدگان قبل از برنامه کودک که خیافای عجیب قریب نشون میده تمام تاثیر داشت داشتید ایتون سوال بعدیم همین بود که اون انقلاب فرهنگی رو لمس کردی یعنی از همین گفتی یه روز قبلش مثلا روسای نشون برش یهو اجاب اجباری شد و فلان و اینا لمسش از دید کودک بود از دید بچه بود من اینجوری لمسش کردم که من خیلی تلویزیون دوست داشتم برنامه کودک نگاه میکردم خانم مهربونی موجود برنامه بودش که کارتون قشنگ رو میاد معرفی میکرد که قرار بذاره پخش بشه احتمالا خانم برومند بوده دیگه موجود شبکه چیز بودی برنامه کودک بود اون موقع همسر آقای رشیدی و مادر, مادر لیلی رشیدی بعد یه روز یهو فرداش همه اینا عوض شد یعنی اینا ریختن بیرون یه دختر بچه کوچی که با روسری سفت اینا رو صندلی نشونده بودنش اون شد یکی دو تا دختر این شکلی اینا شدن اینا شدند برنامه کودک بعدا شدن خانم رضایی و خامنه و اینا همش کسایی بودن بزرگتر شد الان هنوزم خیلی با با اینا نوستالژی دارم من خیلی نوستالژی ندارم میدونی بیشتر برای من کابوسه یهو تمام رنگ ها نه واقعیت یهو همه چیزای دیدنی و جذاب و رنگ ها و صورت های مهربون حذف شد جاش سیاه اومد خاکستری اومد انیمیشن هایی که دوست داشتم کارتون که دوست داشتم تلویزیون پخش میکرد همش حذف شد جاش عروسک های بدترکیب زشت اومدن کارتونه ژاپنی سراسر بیمادری همه در جستجوی مادره گم شده اینا اومدن <applause> <applause> ها... آره هاچ زنبور اص... اصلا خیلی همه چی <applause> خیلی افسرده بود شد. آره خیلی افسرده شد آره تو آمریکا مثلا من من خب آمریکا بزرگ شدم تو 80s و اونجا مثلا تینیج میوت نینجا ترتلز بود و جی آی جو نمیدونم اه... کارتونای خیلی خوشحال ناراحت به اون صورت چیزی نه ولی یادم که برگشتم ایران تو همون بعدن تو 80 یه یهو کارتون اصلا یه فاز خیلی دارکی گرفت نه اون فامیلایی که یه مقدار سفر خارجی داشتم ما این چیزایی که شما میفرمایید به صورت پوستر و عکس و برچسب و استیکر اینا تو خونهشون میدیدیم نینجا ترتلز اینا یه ده سال وقت لازم بود تا لااقل به خونه ما ویدو نفوذ بکنه نشر بکنه وارد بشه حالا اما اما از همون اول ویدو گرفتن به تامکس ما نه ما مزاحم درسمون محسوب میشد احتمالا آره خیلی ده پونزه سالی تو کشید و تا این مینا رو آشنا یه جا اشاره کرده که فقط این میکروفون رو تو ببخشید بعد خود پیننت میگیره ببخشید این دیدم یه اشاره کرده که تن تن منم عاشق تن تن بودم و بچ بچه گیام خیلی این و توی همه همه شو همه کلکسیون رو داشتم یادمه و الان نمیدونم کجاست یا کامیکی دیگه بود تو بچگیام ولی تو ایران معروف نوای اسم هابز من خیلی اونو هم دوست داشتم و خیلی هم ادالت کامیک توری بود یعنی برای کودکان درسته که بود ولی خیلی ام. یه عمقی داشت پشت پشت تمام حرفاش و تن, تن تن قبل از انقلاب منتشر شده بود دیگه اونده قسمت هاش با ترجمه خوب و شاپ خوب ترجمه خوست رو و چاپ انتشار یونیورسال و اینا قبل از انقلاب منتشر شده بود دورش رو داشتیم یه سریش باقی مونده بود که انقلاب شد اون چند تای باقی مونده رو با ترجمه در و داغون از نسخه های فرانسوی فکر کن. از نسخه انگلیسی فکر کنم نه از نسخه اصلی بن که اسم انگلیسی شده بود یعنی دو, دو شده بودن تامسون که اسم انگلیسیشونه انگلیسی شونه یا آره <تصفح> <تصفح> اینو یادمه با کیفیت خیلی بدتری چندش اول انقلاب در متا که کلا همه رو ممنوع کردن یعنی اساسا کمیک بوک ضد نمیدونم تخیل کودک یه ای چیز اینجوری دیگه سری از در واقع رئیس رؤسای جدید کانون های مرتبط با کودکان مثل کانون پربرشن ها حکم بر این دادن که اینا به درد بخور نیست مخربه اصلا کلا انتشار کمیک در ایران ممنوع متوقف شد ده پونزه سالی تا اینکه حالا بعدا یواش باش دوباره اینا رو چاپ کردن ولی این مشکل بود دیگه اول هنوز هم که هنوز من فکر کنم وقتی میخوان یه چیزی ترجمه کنن به فارسی داخل ایران از کمیک بوک میرن دوباره سراغ تن, -تن برای بار چندم دوم. این خیلی دنبال این نیستن که یه معلف تازه یه کاراکتر تازه معرفی بکنن میگردن می دنبال موفقیت های سابق و همونو تکرار بکنن خیلی کمیک تو ایران معرفی نشد کمیک های متنوع من یادم سری تنتن تن, -تن و کامل داشتم قبل و بعد از انقلاب جمع کردم همش رو دو تا آستریکس در اومده بود آسریکس او آره آسریکس اوبلیکس دو دوتایی که اول انقلاب یا قبل از انقلاب منتشر شده بود اونها رو داشتم دیکشو و کلوپاترا معروف ترین نشد بعدا با سانسور اینا در 15 سال بعدش بعد از انقلاب دوباره اینا منتشر شدن یه سریشون دیگه خدمتون عرض کنم چند تا آیتم محدود دیگه همین و خیلی, خیلی جالب بود که من ام. یادم من, ایران به دنیا اومدم زمان جنگ پدرم رفته بود جپه و من اون موقع به دنیا اومدم بعد که دو سالگی رفتم آمریکا و ده سالگی برگشتم و یکی اولین چیزی که یادمه که توی ایران شوکم دیدن اینه که مجله رو که سیاه میکردن عکس زنا رو یه سری کلمات و یه سری میدونی از بچگی خب من توی یه جای خیلی هیپی بزرگ شدم تو آمریکا توی اورگن همه اون هیپی های هست که رو اسید مونده بودن به اونجا مهاجرت کرده بودن یه که خیلی چیل و میدونی پا برهنه این مدرسه و همه عاشق همدیگه بودن انقدر این عشق بود توی کودکی من یهو وارد سیستم ایران شدم تو ده سالگی چون پدرم عاشق ایران بود میخواست برگرده ایران که بزرگترین تصمیم های زندگیش بود متاسفانه و این از بچگیش من چیزی باش مواشتم شدت خشونت ترس توهم پارانویا که آقا تو خونه نگی ما اینو داریم بعد توی عموم بادی یه جور دیگه برخورد کنی و معلمات اینو نگی بعد معلمان ها همین میپرسید از ما بخاطر بچه که از خارج اومدین اون خونه تون چی دارین ورق دارین بتامکس دارین این دارین مجله چی نگاه بچه هم که اصلی خیلی داری یاد میگیری که دروغ بگی خب خیلی بر خلاف تمام چیزای اخلاقی که تو داری یاد میگیری و آدم دچار دو یه دوگانگی میشد دیگه اینا میدونی آخه تو یه جامعه دیگه اومده بود که فضای بازتری داشت خیلی جا خورده احتمالاً بر ما این چیزا عادی شده بود یعنی جو بخش از زندگی روزمره بود خیلی بده که بعدا تو سعی میکنی فاصله بگیری ببین چقدر چیزای تو زندگی ناهنجار بوده اون موقع امر طبیعی معمول اینکه مادر مدام به من مثلا میگفتش که مراقب باش اینو نگی توی مدرسه اونو نگی خیلی عادی بود یه وحشت خیلی زیادی حکم فرما بود همه میترسیدن دیگه بعدم محیط مدرسه ها واقعا بد بود دیگه الان دارن سعی میکنن مدرسه ها رو فضا رو به همون شکل اول در در دوباره سه بسیج سری آره. موجی من قصد معلم ها ها موجی بودن آره. به قصد مرگ ما رو کتک میزن من کسی رو دست بلند نکردم اون که آنم. موجی و غیر موجی هزبانده آره. غیر هزبانده کتک آره. خیلی خیلی آره. بود سحنه هایی من تو هستش که توی این راکی و اینا من ندیدم با معلم از دنزانه. گوش ما رو بلند میکرد از گوش هامون بلند رو میکردن کتک میزنم با با این چیه با تسمه ما رو با رولر چی میشه فارسی با نرد آدم رفته خیلی خشونت با خیلی خشونت زیادی بود دیگه خلاصه و آدم سری یاد میگرفت که اینجا قد قانون قانون جنگله یا من از خودی توی دفاع کنم <تصفح> منم برم تو... تنبیه فیزیکی که اصلا خیلی عادی بود یعنی حزب غیر حزب معلما ها خیلی هاشون تنبیه بدنی فیزیکی میکردن اصلا خیلی عجیب و غریب. خیلی بعضی بعضیشون خیلی مبتکرانه بود یکی از معلمان یه پرگار داشت که باش هندسه روی تخت سیاه مثلا دایره میکشه با اون که سرش هم یه میخداش میزد عجیب و غریبی بود من خودم اینجا کتک نه من ناظر بودم من با عنوان ناظر نگاه میکردم دست به سینه شاهد بودم ولی جدای از اون خب این معلم های روش پشمی تعلیمات دینی و نمیدونم تربیت تو اینا هم بودن که کارشون همین سرک کشیدن بود دیگه و بعد من میخوام بگم که از اون فضای اونقدر سیاه و آدمایی که واقعا معتقد بودن نه آدمایی که مثلا الان پودکی قضیهشون دیگه نه تو بچه خودشون هم بهشون اعتقاد ندارن اون موقع با اون میزان فشار و تهدید و اینا ازش نسل ما در اومد <applause> هیچ کدوم نه اتفاقا نه زده شدیم یعنی کمک کرد که م... بیشتر گارد بگیریم یا احساس نفرت و دلزدگی بکنیم نسبت به تمام اون چیزهایی که اونا سعی داشتن تبلیغ بکنن آره و این خیلی جالبه که چجوری متوجه این موضوع نمیشن یعنی این یا میشن براشون تخمشونه و همون اقلیت هستن که دو قدرتن همینجوری با زور چماق و اینا تا ابد میخوان اینجوری وایسن میدونی تا روزی که دست بدن قدرت رو نمیدونی واقعا برام همیشه خیلی وقتا سواله من در مورد اینم تو این پادکست صحبت زیاد کردم که اینا یه ذره با مردم راه میدادن و وا میدادن کنار میومدن خیلی بیشتر و راحتتر میتونستن تو قدرت بمونن ولی یک دفعه اینا نمیبینی که بیان عضو بخوان یا مسئولیت بپذیرن همیشه به قول غربیها دابل میکنن با خشونت بیشتر با تهدید بیشتر با سرکوب بیشتر یعنی يعني... خب اینا،, اینا, سنتی ترین مدل پدر سالاری رو دنبال میکنن یعنی حتی ورژن پدر رو آپدیت نکردن به نکردن که توش ذره نرمش داشته باشه این مقدار حتی سیاست چمقا هویج هم ندارن یا نداشتن اینا ماجراشون اینه که تو باید بفهمی کد تن کیه و اگه یه قدم عقب بشینن از اون جایگاهشون افتادن یعنی یه چیزی برای خودشون ترسیم کردن یه جایگاهی یه موقعیتی از قدرت برای خودشون ترسیم کردن که کوچکترین نرمش به مصابه در هم شکستنه خودشون خودشون تو این موقعیت قرار دادن و ملت رو همه رو دیگه آشماز کردن دیگه یه جور در نوستالژی داشت حرف ما چیه ما ایرانیاست که انقدر نوستالژیکیم و هی می‌خوایم تو نیستی تو از اون جزء آدمای کمتری هستی که واقعا دقیقا من،, من همیشه گفت با... من خیلی زید نوستالژی هم خصوصا ببین من زید نوستالژی نیستم من از این که ام، خاطرات عمدتا تلخ و چندش آور و پر از سیاهی و پلشتی و ما بگیریم شروع کنیم قبار روبی کردن از دلش مثلا یه جواهر در بیاریم من این منو اذیت میکنه ببینید مثلا برداریم من یادم اون فیلم ها و انیمیشن ها کارتون هایی که دهه پخش میکرد همون زمان که تو آمریکا بودی نمیدیدی اون موقع با یه عالم سانسورای وحشتناک بود آهنگاشو همه رو میزدن موزیکاشو میزدن آوازاشو میزدن نوستالژی همه شده بودش کارتون رابین هود رابین هود دیزنی که اصلا سر سرتا و من اینو کاملش دیده بودم یعنی سنم قد میداد پنج سالگی سینما رفته بودم کاملش دیده بودم با این موزیکال بود خروس گیتار میزد آواز میخوند ماریان نمیدونم هر از گاهی همدیگه رو میبوسیدن آواز میخوند اصلا قصه عوض شده بود همیشه عوض شده بود و این تبدیل شد به و این نسخه مچاله در و داغون تح... تحریف شده تبدیل شد به نوستالژی بچگی خیلی از ماها و این من ها می من منو اذیت میکنه میدونی یا, خ... یا خیلی از چیزا ام... ی... اینکه چیزایی از بکگراندش جدا کردن وای حوزه کاشی اینجوری مادر با چادر میشه کنار حوز هندونه مینداخت میدونی اینو اینو ور میده از یه چیزی جداش میکنی به نظر خیلی قشنگ میاد یعنی اینکه مادر بزرگ تو اون پشت پساله پستود از بچگی چقدر کتک خورده <تصفح> تا مثلا دختر با افت خوبی به نظر بیاد یا یعنی. میدونی اینا همه رو حذف میکنیم این تیکه تیکه یه نمایشی ماجرا رو میگیریم بعد بهش عشق میورزیم من با این مدل نوستالژی مشکل دارم فکر ولی میکنش... امروز ذهن آدمیزاد نیاز داره به این قضیه احساس بکنه یه دوران خوشی بوده چون آینده رو که کسی ندیده دوست داره یه رویایی بسازه بگه آقا قدیم خیلی خیلی خوب بوده فکر نمی‌کنی شاید مثلا یه مکانیزم دفاعی باشه برای اینکه مثلا تو این شدت نوکو چقدر ما خوشونه تلخی مرگ زندانی یعنی این... تو ایران هر روز یه خبر بده و با این شدت خبرهای بعد آدم روزنه نور رو پیدا کردن توی این سیاهی بعد خب براش سخته و هر روز با یه اسم جدید هشتگ, هشتگ حتی قبل هستگ... از هشتگ حتی قبل از, کوی دانشگاه قبل قبل, قبل, تمام ادامه دهش هست یعنی ای... همیشه در حال میدونی یه, یه قتل زنجیره ای همیشه یه ام. اتفاق وحشتناکی داره میفته توی توی این تاریخ معاصر ما که انگار ما زون اوت میکنیم چون نمیتونیم شیم. من فقط یه مثال کوچیک فقط در مورد ترش مثلا میگم از بچه های محیط زیستی و که مثلا خب اولش هم فکرشون بودن الان مثلا خب مراد تاهباز همکار به در من آزاد شده با هاپینا ولی هم بقیه بچه هنوز زندان هستن اونا, میدونید چی؟ میدونی چی میگم یعنی به مردم فروش کنن چون نمیتونن انگار هندل کنن یه حجمی از الان میخوام هممون و سختی آره, آره منم آره. نمیخوام انگوش به کسی نشون بدم و قضاوت کنم من خودم هم اینجوری هممون سعی میکنیم برای اینکه بتونیم با زندگیمون ادامه بدیم یه حجم اطلاعاتو فقط میتونه بگونجه توی سرمون جمهوری اسلامی متاسفانه این داستان رو میدونه و که میدونه که سرکو پشت سرگو آدم رو کاملا توی آب گلالودی میندازه و آدم دیگه نمیدونن رو چی و کجا تمرکز بکنن و اصلا یه فتیگ و یه خستگی ایجاد میشه که آدم از اون ور شاد میگم برگردم به اون بحثم این که شاد یه مکانیزم دفاعی بشه که آقا بگیم یادش بخیر یاد کونوم پاره میشد چه همه چیز سخت بود نه چی شیرینه هیچی شیرین نیست این قضیه ببین یه البته ف... یه چیزی هم هست کسایی که یه ذره حتی 4 5 سال از زندگیشون رو در دوران متفاوتی گذرونده باشن حالا قبل از انقلاب یا در خارج از کشور شاد شاید بیشتر آزار ببینن چون میتونم مقایسه بکنم من یاد یه فیلمی میافتم نمیدونم فیلمو دیدی یا نه روم. نه اون فیلم زی موویه. یه روم هستش که این دختره به خودش اسکار با چند ساده پیش قصه یه دختر جوونیه که یه مردی اینو گروگان میگیره توی کابینی کاروانی اینو چند سال بهش تجاوز میکنه از دنیا دور نگهش میداره و حتی دختره همونجا بچه دار میشه تا اینکه و بچه رو تا چهار پنج سالگی بزرگ میکنه تا همون اتاقکه اصلا از این اتاقکه نمیتونستن در بیان مرده اجازه نمیداده بچه همونجا بازی میکنه و در دیواش نقاشی میکشه اینا تا اینکه میان اینا رو نجات میدن و کل فیلم اتفاق از اینجا شروع میشه که حالا چطوری با دنیای بیرون این اینایی که گروگان بودن سالها میخوان کنار بیان یه تفاوت بزرگ این دوتا کاراکتر با هم داره که خیلی بامزه است توی فیلم مادر گرفتنش زندانیش آزادیش ازش گرفتن توی 17 سالگی اینجا زندانیش کردن تا 25 سالگی 70 سالگی از تمام پیشرفت‌هایی که میتونسته بکنه دانشگاه رو رفتن محروم بوده بهش تجاوز کردن و این یه تروماي وحشتناکی براش شده اصلا نمیتونه باش کنار بیاد بچه تا از وقتی که چشم باز کرده تو اون اتاقکه که چشم باز کرده میدون یعنی هیچ وقت بیرون رو ندیده و اون اتاقکه که براش خاطره از خاطرات خوبه یاد بازیاش با مادرش میافته یاد نقاشیهایی که روی دیوار خیلی این نکته عجیبیه و آخر فیلم این دوتا وقتی دیگه آزاد هستن و اینا میرن یه بار دیگه با پلیس اون اتاقک رو نگاه بکنن مادر نمیتونه اتاقک رو ببینه تمام خاطرات ترسناک زندان بودن اسیر بودن و فرار دادن بچهش از اونجا اینا یادش میاد ولی بچه با یه حسرتی نگاه میکنه با اون در و دیوار اون اتاقکه با نقاشی که کشیده یه همچین اتفاقی کمابش برای نسل بعد از انقلاب شاید افتاده باشه به هر حال دنیایی که این سیستم برای ساخته همون دنیا بوده با تمام محدودیت ها با, هم... با تمام سیایی ها با همه مشکلاتش در ندیجه همون هم براش نوستالوژی برانگیزه اینو درک میکنم من نمیتونم ارتباط برقرار کنم برای من نیست برای اینکه م... یه محیط دیگه هم دیدم یه دوره دیگه ایرم حالا شده تا 5 -6 سالگی دیدم و میتونم مقایسه کنم ولی برای من تا حد زیاد قابل درک مشکل از جایی که آدم میفهمه که اسیره و زنجیره احساس میکنه اون وقت دیگه تحملش سخت میشه نکته خیلی جالبی بود و میگم در با, با پیشرفت تکنولوژی و وصل به دهکده جهانی اینستاگرام و تیک تاک و توییتر و فلان اینا باعث خب خیلی میکنم الان این نسل جوانتر و جنزی بچه رو که میبینیم شجاعتشون و شعور و فهم سیاسی و اجتماعیشون چون میگن و دغدغه دق فکر میکنم خیلی از این بچه ها چیزای خیلی سیاسی نیست که آقا ما دموکراسی میخوام نمیخوام نقل قول از کسی بکنم یعنی من بندی کردن کار غلطیه ولی بخوام به یه قش خاصی که من صحبت کردم یه یعنی خیلیشون میگن یعنی آقا ما میدونی درسته که یک سمبل آزادیه سمبل حق اولیه خودشون به خصوص برای دخترها و زنان که این این انتخاب خودشون داشته باشن که روسری سرشون بکنن یا مثل بقیه آدمای دیگه دنیا اون حقوق حق بیسیک رو داشته باشن یعنی انگار وجود خود زنا ها و عکت های خیلی ساده شون که بر پایه ترین حقوق های بشری داره شکل میگیره یه نوع, ع... نوع عکت اکت انقلابی کاملا و الان مثلا خب میبینن بچه الان به دنیا وصلن همشون و میبینن که تمام جای دنیا دارن همه زندگی میکنن و خب این دیکتاتوری مذهبی هیچ جایگاهی با این تفکرات مدرن و دنیای امروز نداره و این تضاد و تو هم اول بحث که گفتی بچه خودشون هم باور ندارم اینجا. من خیلی از این بچه این هزبول مزولایی رو میشتاختم تو ایران آره. کدومشون اصلا اعتقاد ندارن علیکی یا برای پول یا برای مقام و موقعیت خودشونه هر الان اینجوری شده میشه اول اون دهی اول انقلاب یه کرد ایدولوژیک تر بودن و هنوز باد نکرده بود ورم نکرده بود چربی زیر پوستا نرفته بود الان بچه های خودشون خیلی داد قربن کشور غربی هستن چه میدونم اصلا مدل زندگی فرزندان و نو... نوه ها و نتیجه خود سران نظام شبیه خودشون نیست یعنی اونجوری که اینا تبلیغ میکنن نیستش خیلی تفاوت کرده دیگه الان بیشتر بحث بحث پول و قدرت فقط پول و قدرت This episode is sponsored by BetterHelp. Give online therapy a try at betterhelp.com slash mastiorusty and get on your way to being your best self. Are you feeling that seasonal depression? Is that gray, foggy, misty weather beginning to seep into your soul? Do you feel that your thoughts are racing all over the place and you need to calm them down? Well, there is one great way to make those racing thoughts go away, and that's to talk them through. Therapy gives you a place to do that so you can get out of your negative thought cycles and find some mental and emotional peace. I've been using BetterHelp for the past couple of months and it's been tremendous. I love my therapist. She's super chill, patient, and is an amazing listener and is helping me navigate through some difficult times. So if you're feeling stuck, overwhelmed, just need someone to talk to, don't hesitate to check out betterhelp.com. Remember, taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Find more balance with BetterHelp. Visit BetterHelp.com slash Rusty today to get 10% off your first month. That's BetterHelp.com, H-E-L-P slash Mastiorosti, M-A-S-T-Y-O-R-A-S-T-Y. And thank you for BetterHelp for sponsoring this episode. میخوام بدونم که کی کافه شوکا شروع رفتن یعنی کی با اون فضا و اون دنیا آشنا شدی و کی یه ذره برات جدی‌تر شد این دغدغه کارتونیست بودن یا اصلا دغدغه بود یا نه بود یعنی معماری میخواستی مثلا شغل فول تایم میخواستی تو اون سمت و سمت بره یا بیشتر دیدی نه به این دنیا خیلی علاقه داری و یه حرفی برای گفتن داری از این طریق ببین من کار طراحی انجام میدادم حالا نگیم کاریکاتور و کارتون به خاطر اینکه اون موقع که شروع کردم خیلی مجله کارتون و چیز وجود نداشت خیلی کم بود یه نمیدونم مثلا گلاغا را افتاده بود تنزو... بعدش تنزا کاریکاتور اومد بعدم مدل کاری که من دوست داشتم اون موقع میکشیدم اه... با الهام از کارهای یه سری سر روشن فکر قدیمی مثل اردشی محسس کامبیز درن بخش اینا خی... متفاوت بود وش... سک و شیوه یه گلاغا اه... اینه که جایگاهی برای انتشار نداشت توی نشریات روزنامه مجله مجله ها تصویر سازی میکردم این طراحی میکردم برای مقاله ها طراحی این کاری بود که توکام انجام میداد منم تقریبا همون موقع شروع کردم مثلا 16 سالم بود یادم دقیقا سالی که خمینی مرد ارتحال شد من کارم <coughs> کارمو شروع کرده بودم که دوم دبیرستان بودم با ماهنامه صنعت حمل و از اونجا کار طراحیم شروع شد بعد دانشگاه قبول شدم دانشگاه هم حکایت این بود که خیلی خواست برم سینما بخونم ولی خب مدرسه حسابی که تو زمین تو ایران نبود بعد میرفت دانشگاه صدا ما سیما مثلا اونم گزینش موزینش بکنم داشته، نمیدونم خانوادم موافق نبودن یعنی اینکه به نظر خیلی آینده ای نداره نمیدونم نمیدونم دیگه دلم یه چیز هنری باشه پیشنهاد شد که خب بر معماری ترکیبی از هنر و مهندسی هم آینده مالی داره هم نمیدونم هنر داره بعد دوکان خودش معماری یا خونده بود تازه تموم کرده بود یا به هر حال از نشریات چیزش رو می آورد مجله های بولتنه معماری خارجیش رو می آورد خیلی شیکوپی پشت جلدش عکس یکی از این حیات یکی از این مدرسه های معماری من کجا دنیا بود آمریکا بود ایتالیا بود گذاشته و هم پسرا و دختر کنه هم نشسته بودن خوشحال شاد خیلی وسوسه انگیز که ببین معماری اینه میخوای بخون, بیه بخون. خلاصه آره منم <coughs> کنکورش دادم قبول شدم و رفتم و یه چیز دیگه ای بود تو ایران اون شکلی نبود <تصفح> تو ایران ما با قیافه آقای هناشی رو تحمل می کردیم که توی حیات سال بالایی بود و توی حیات تذکر میداد که مثلا کسی با کسی حرف نزنه یا شلوار لیپاد نباشه ایشون بعدا شد شهردار تهران تا چند سال پیش شهردار تهران بود آره تو اون فضا بعد ولی همزمان با تحصیل معماری من کار حرفه کار حرفه ای که در حدی که پود تاکسی بخور نمیری در بیا با زندگی میکردم از طریق روزنامه مجله در می اومد یعنی کار سازی انجام میدادم تا اینکه بعد از بعد از و واقعش هیچ وقت معماری نرفتم معماری رو نرفتم کار بکنم مدرکش رو فوق لیسانس یک سره بود گرفتم و گذاشتم کنار میدونیم نمیدونم چرا من هیچ وقت کنار نیومدم من همیشه اینو گفتم توی یه جایی میرم توی یه محیط و فضایی میرم انقدر به اون فضا میتوجه هم موقع اگه اولین دفعه باشه تو اون محیط میرم موقع خودحافظی خودف... احتمال اینکه اشتباهی برم توی توالت عوض در خروجی خیلی زیاده یا برم توی کمد. در نجی کار من نبوده میدونی اصلا جنس من مطای من نبود معماری بعد از اینکه تموم کردم جدی تر شد کار کارتون کاریکاتورم دوره اصلاحات شد و روزنامه زیاد شدم منم یه خیلی مشغول شدم خیلی حرفه ای مشغول کار توی روزنامه های اون دوره شدم مثل آفتاب امروز نمیدونم مشارکت امساد هم اسمشون یادم هم تحتیر شدن. هم همه شون هم تحتیل شدن همه هم توقیف همه تحتیل شدن همه رو توقیف از دم یه دونه <تصفح> با اینجوری شد دیگه جواب دادم سوال همین سوال آره همین آره روز. نه من بعدش مثلا می‌خواستم بگم دیگه تو اون محیط کافه یا آدمای همفکر آن با... کافه شوکا اینو آره. می‌خواستم بگم دقیقا روزی که تا... نه دقیقا همون روز ولی همون ای که خامنه‌ای دستور داد و روزنامه اصلاح طلب داد و 15 16 تا فلدی بستن و یه عالم روزنامه نگار حرفه‌ای رو بیکار کردن برای اینکه میگفتن اینا پایگاه دشمنن میخوام بگم ما این مصیبت‌ها رو تازه نیست که داریم این بلایی که دارن سر بچه ها میارن این چیز جدیدی نیست الان سی ساله چهل ساله همینطور داره تجدید و تکرار میشه دیگه این دایره آره خدا یه ای رو بستند و تو اون دوره من بیکار شدم و دپرس شدم یکی از دوستان گفت پاشو بریم پیش یارلی پور مقدم کافه چیه نویسنده هم هست همه بر بچه روزنامنگار نویسنده اینا میرن اونجا پاتوقم منم تازه فکر کنم آفتاب امروز بیکار شده بودم به خاطر اینکه بسته بودم رفتم اونجا با دوستان و دیگه از اون به بعد هفته یک دو روز میرفتم ولی هیچ وقت پای خیلی حرفی و هر روزه کافه شوکا نشدم به توکا گفتم که همچین فضایی هست و اینا اون خیلی مشتاق شد اون رفت حسابی معتاد شد یه <تص> 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 دوره خیلی زیاد آره تعریف بود آره من نه من دوباره کار گیرم اومد یه جور دیگه مشروع به کار شدم خیلی متدل هفته یه بار نهایتا اگه میرفتم دو بار سری به با... یاردی میزدم بعد دیگه تو هم فرات انجام دادی تا اون کانتروورسی یا جنجال سوسک درسته که بعد اون اتفاق افتاد آید. بله و ای من باور نمیشه یعنی به بگو اگه اشتباه ممکن ولی سری این بود که رفتی زندان بله هم باورم برد. نمیشه <تصفح> یه چیز دیگه حتما باید باشه توی این قضیه همیشه یعنی سر یه سوز خیلی عجیب باریم. عجیب غریب برام بود این این... نه عجیب نیست من الان دیگه مطمئن شدم اصلا عجیب نیست این ایرانه ایرانه با تمام کمپلکس هایی که داره با تمام مشکلاتی که داره و این مشکلات و کمپلکس ها ماها رو از داشتن یک نگاه راحت محروم کرده ما نگاه های ساده به اطرافمون نداریم تمام دنیا تمام اطراف تمام پدیده ها رو پر از توتعه می‌دونیم، پر از دوز و کلک می بینیم. حتی اگر عکسش ثابت بشه که معمولا سخت اثباتش این اواخه این قضیه برای من دوباره تجدید شد و مجددا اثبات شد اون دوره خیلی میگفتن که خب این اتفاق برای ترکای آذری و ترکای آذربایجان افتاده، و اینا الان بدن استریو تایپ میکردن که اینا متعصبن فلان هم بیستارن برای همین هم برداشت نسبت به طرح داشتن بعد دیدم نه واقعا هیچ محدودیت و انحصار نه قومیتی داره نه جنسیتی داره نه منطقه ای داره نه هیچ این هست توی ما ما ها راحت نیستیم میدونین برای برخورد کردن با کارتون و کاریکاتور و تر و این جنس کارا بعد یه مقدار نگاهت سبک و بدون پیش فرض باشه ما یه عالم پیشفرز و ناراحتی و دقدقه و نگرانی سنجاقه به نگاهمون و میایم با اون توی هر چیزی به قول معروف سعی میکنیم برای مار زیر بغل پیدا کنیم زیر بغل زیر بغل ما رو پیدا بکنیم اینجوریه همین تازگی همین دو سه هفته پیش یه سری از دوستان توی که از کارهای من کشف کردن که من کرد... گفتن کردستان از نقشه ای ایران جدا کردم و گفتن تجزیه طلبم به همین راحتی به آره خیلی باید. آره این خیلی بر اونجا می‌خواستن بعد در مورد این بعداً جراترا کنم حالا که الان اشاره کردی چون یه جوری ارتباط داره میدونی اینو دیگه نه قومیت خاصی گفت اینو دیگه، نه دیگه گروه نمیدونم گروه اجتماعی خاصی اقلیت خاصی نه این هیچکون رفتی نداشتش و هیچ فرقی نکرده می‌دونی کل جریانی که بازم یه طرحه و این طرح داره یه چیز دیگه میگه همونطور که اون طرح سوسکه داشته یه چیز دیگه میگفت تر سوسکام همین بود یه بچی داشت به سوس حرف میزد به زبان حالا من در آوردی سوسکی سوسکین سوسکون میکرد سوسکه نمی‌فهمی گفت نه نه همین هیچ خارج از اون و برای اون وجود نداشت ولی از تو دل اون هزار یک نیت شوئنیستی ضد قومیت ضد فلان بیسا پیدا کردن بهش پوندن و اینطوری مورد قضاوت همین شد این شکلی شد. الانم میتونست این این ماجرا اگه من داخل ایران باشم، اگه میبودم جریان نقشه و کندن کردستان، هم میتونست یه،, یه پرونده دیگه ای باشه که یه عاقبت مشابه با همون پیدا بکنه، با همون جریانه. بله خیلی عجیبه دیگه واقعا این انتقادهایی که مثلا میگن تجزیه گر یا نمیدونم طرفدار جمهوری سر میگم واقعا یعنی تاریخ کار رزومه مولانا شما نگاه نکردین یعنی به نظر من یعنی چرا این یه ای مشکلی که حالا دوستان با هم دمری میشه تا کم مشکلی مستش که من فکر کنم تو اپوزیسیون امروز هم حداقل خارج از ایران داخل ایران که نه ولی خارج از ایران تا یه بیشتر وجود داره که یه دعواهای فرعی تمرکز روی جزئیات احمقانه که اونقدر مهم نیستن و دور میکنه از قضیه مهمتر که یک دشمن واحدی که هممون داریم که با برلهش متحد باشیم و این دعواها و اختلافات و این گیر به این سری چیزای کوچیک سر همه آدمایی که واقعا یه سابقه ای دارن یه رزومه ای دارن در مورد من این می میدونی رو من این دقیقا نفهمیدم چون من اتفاقا جز اون بخشایی هستم که با کسی سر دعوا ندارم نداشتم توی اپوزیسیون اینو سابقه کاریمو و چیزم نشون داده اصلا بارها گفتم جز به که برای خودم گذاشتم از وقتی که از ایران بیرون اومدم کار کردم نه تازه این بوده که من به اپوزیسیون خارج از کشور نمیپردازم برای اینکه احساس میکنم که حکومت ایران خیلی دلش میخواد که ماها بیرون با هم دیگه مشغول بگیر و ببند و زد و خورد باشیم انتقادهای خودم هم دارم ولی ترجیح میدم پیله نکنم کسای دیگه الان سر قدرت دارن همیشه از بین میبرن در نتیجه من نه با مسیح علی نجات نه با اسماعیلیون نه با رضا پهلوی نه با با هیچ کدوم اینا نه بی احترامی که نه دعوایی داشتم و نه دارم همیشه با احترام از همین رو یاد کردم برای من عجیب بود که برای چی چنین پرونده چون این پرونده سازی بود در مورد من صورت میگیره میگن پرونده سازی برای اینکه میدیدم حالا بعضی حالا با مزه از مدل صحبتی که میکنن یه پیشورزی میذارن که اساسا غلطه و بعد بر اساسش نتیجه مثلا میگن که خب شما که همه کارات ماشاءالله دقیق و جزئیات درست بوده از امکان نداره که این یهو این شکلی شده باشه خب این پیش‌فرض غلطیه من تو تک تک کارا میتونم یه عالمه چیز غیر دقیق پیدا کنم بهتون نشون همه که <تصفح> شما حواستون نبوده براتون مهم نبوده من که خودم طراحی خودم میدونم چه جوریه فضای کارتون کاریکاتور فضای کارتون کاریکاتور فضایی که همراه با اقراق هست و همراه با حس بیانگرایانه شما ممکنه که یا یه چیزی رو توش اغراق بکنید نه من دم لحظه چی فکر میکردم پروانه ای از پیله در اومده میخواستم سرش بالا باشه حالت برافراشته داشته باشه بالش در اومده باشه خیلی به اینکه حالا مرز دقیقا شکل دورش و پرهیبش این به این مرز چیز باشه نبودم اصلا بد کشیدم یا زشت کشیدم ایراد طراحی بوده من هیچ وقت ادعا نکردم طراحی من توی کاری مختلف پرفکت بوده ولی یه سری بامزه بود از این جهت که یا بعدش رفتن نقشهایی که قبلا توی کاریکاتور دیگه کشیده بودن پیدا کردن اگر, اگر درست بود و دای جان ناپلان تو خونه اگر بوده. درست کشیده بودن با مزه بود دو تا برخورد دیدم که به یه جا میرسید اگر درست قدیمی ها رو کشیده بودن میگفتن که بیا پس چرا اونا رو درست کشیدی این یه ها چیز شد الان معلوم تجزیه طلب شدی اگر توی قبلی یا مثل یه کار دیگه پیدا کردن که اونم باز کج کول کشیده بودم گردن زیر گردن گربه لاغرتر گفتم بیا یه بار دیگه هم اینو کردستان کندی اصلا از قبل داشتی نقشه میکشیدی که خلاصه عجیب به دنبال پس گرفتن مرزهای ایران توی <applause> کاریکاتوره من شدن برای من شگفت بود من حساسیت روی تمامیت ارزی و مرزها رو میفهمم اون جای خودش داره خیلی هم خوبه ولی آخه کجا داریم این حساسیت رو خرج میکنیم توی کارهای که کاریکاتوریست امروز اینو کج میکشه فردا دوباره درست میکشه پس فردا دوباره کج میکشه پس فردا درست میکشه پس فردا فرد... و معنی اون کار چیه اون کار خودش چه ربطی ارتباطی به اون چیزی که شما دارین بهش میبندین داره آخه می‌دونیم، این نشون میده که و بعد کسایی هم هم صدا شدن که طرف خودش آرتیست بوده خودش تارگت بوده مثلا اصلا باورم نمیشه تو خودت تارگت بودی به تو حمله شده تو باید نگران مرزهای آزادی باشی آزادی آرتیست و هنرمند در بیانش باشی مرزهای کشور ثابت هست یه عالم مدافع داره حفظش هم می‌کنن، حفظش هم خواهند کرد ولی به نظر ما... من اون چیزی که مشکل داره ببخشید دارم پر حرفی نه نه خوب آزادی میگه. بیانه خوب... من اصلا همین بحث رو به اینجا بکشم اصلا سر بحث آزادی بیانی بحثی, بحثی که برای من خیلی در موردش زیاد صحبت میکنیم و و جالبه که از اون ورم میگم این پرونده سازیایی که خود این من چند نیم بار به این اشاره کردم منم فوش خوردم میگم آقا ما یه دیکتاتور درونی تو مون هستش که بعضی وقتو میزنه بالا حالا به خاطر این فرهنگ غلطی که توش بزرگ شدیم هر چی که حتی آدمایی هم که این ور دنیا هستن به خودشون اون اجازه رو میدن که اینجور پرونده سازیای غیر اخلاقی رو بکنن که خودشون به قول شما تحت تاثیر خوشونت یا تهدید یا هر چی بودن و بعد خودشون با همین برخورد با یه هنرمند دیگه یا من مشکلم انتقاد بکنید ولی اصلا میدونی من یه بحث بزرگتر فلسفی است که اصلا این آزادی بیان به خصوص به عنوان کسی که کار ساتایر تنز کومیک اینو انجام میده این این باید یه, باید یه درک و شعوری باشه که داره این آدم از طریق یک وسیله داره سعی میکنه حرف بزرگتری رو بزنه و به نظر من حالا میگم اینجاست که بحث جالب میشه که آقا تا کجا آدم حق داره این, 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 آزادی بیان مطلق باید باشه باید با سری مراعاتی بود باشه با قوانین باید باشه میدونی من که همش یاد چالی هبدو میفتم و داستان نقاشی که اونا کشیدن و, حمله هایی که برای ایشون شد به خاطر تحریک شدن مسلمان ها من حساسیت ها رو میفهمم ولی توی دنیای مدرنی که بادم باید به حق حقوق بشری هم دیگه احترام بذاره و این حساسیت هایی که ایجاد میشه واقعا قبل تو الان مثلا سوشال میدیا خودش خیلی عجیب غریبه یه طرف یه جای میان میگن آقا آزادی بیان هست یه سری چیزا میشه گفت یه سری نمیشه من نمیگم بی احترامی کردن چیز خوبیه بحث من میگم باز باز بحث اینه که تا کجا من خود من تو این پادکست در مورد همین در مورد سکس در مورد مواد مخدر در مورد اعتیاد در مورد افسردگی در مورد سویساید در مورد همین چیز رو حرف میزنم و اه, کمتر کسی بود توی میدیای فارسی زبان بیاد در مورد این چیزا صحبت بکنه وقتی منم شروع کردم صحبت کردم یه سری خیلی فوش هم دادم ولی خیلی هم ارتباط برقرار کردن که آقا ای ولی یکی هستش که داره میدونی حرفش خیلی راحت میزنه میخوام بدونم که به یه آرتیست مثلا میگم این بحث آزادی بیان این که هستی اصلا شده که خودتو اینجا با سانسور کنی یا نه تو یه فلسفه داری که نه من من کاری که میخوام انجام بدم انجام میدم و تبعات یا عواقبی که داره رو میپذیرم یا مسئولیتش رو میپذیرم اول بگم که من بیشتر کارم متمرکز روی مدیای ایرانی همچنان درست ولی شاهد وضعیت کمدی و کلا آزادی بیان در عرصه کارتون و کاریکاتور و تنز و شوخی و کمدی و سینما بقیه بودم دیگه در دنیا من احساس میکنم کلا تحمل آستانه تحمل در دنیا مقداری پایین آمده میدونی؟ <applause> و این خیلی خوب نیستش و یه مقدار زیادی این اعتقاد منه یه مقدار زیادی آمدن درستش بکنن در اومدن در واقع رو درست بکنن چشم کور کردن یعنی برای اینکه حقوق گروه های مختلف رعایت بشه انقدر تابو ایجاد کردن انقدر تحمل رو پایین آوردن که همه همه چیز هستن دیگه همه به نوعی مدعی هستن همه شاکی هستن همه نگران هستن که نکنه چی میگم به اصطلاح قدر و منزلتشون توی عرصه تنز و نمیدونم چی شو اینا بیاد پایین در حالی که وقتی وارد دنیای کمدی میشی وقتی وارد دنیای نمیدونم هنر میشی عمدتاً نباید با استانداردهای جهانی بیرونی باش برخورد بکنیم من اینو همیشه گفتم مثلا در کار خود من در اون قاب کارتون کاریکاتور شما نباید دنبال مناسبات واقعی و این به این جهانی بیرون باشید این نقشه مثلا فلان نیست این نقشه جئوگرافی نیستش این نمیدونم چی نیستش این میدونید همه چی پیدا کرده همه چی اه... کارتونیزه شده Uh, ولی ولی این مسئله وجود داره یه مقدارش هم به خاطر حالا در دنیا اینطوری شده و این آستانه تعمد پایین آمده یه مقدارش به خاطر مدل اکتیویزم جدیده که خیلی خیلی پوپولیستیه به اعتقاد من این اکتیویزم پوپولیستی بد جوری ضربه زده برای اینکه مدام به سطح ماجرا میچسبه به اون قشر ماجرا به اون اینکه اینکه چی داری میگی چی داره جاری میشه نه اینکه چی داری در عمق حرفت میزنی میدونی و بهترین کمدیانی که من دیدم بهترین استنداپ کمدیانا اونایی هستن که اتفاقا با این خطوط قرمز بازی میکنن در حالی که کنه حرفشون و عمق حرفشون نه نژال پرستانه است نه ضد برابری جنسیتی نه ضد گروه رنگین کمانی ولی, با... ولی در ظاهر دارن مدام با خط قرمز بازی میکنن که اینو تبدیل به تابو نشه میدونی یه اتفاق خیلی بدی که میفته برای اینکه راحت کار برای برای تغییر ایجاد کردن احتمالا اینه که یه سری سنسور بذاری هر کس فلان کلمه و فلان کلمه و فلان لفظ و گفت این اشتباهه هر کس فلان طرح و فلان طرح کشید این اشتباه این میتونه ایجاد آزردگی بکنه بدون اینکه به این فکر بکنیم که حالا این طرح این کلمه این جمله کجا تو چه کانتکستی استفاده شده و این ترسناکه چرا برای اینکه توجه مخاطب رو جلب کردن به اینکه به کانتکس توجه کنه به اینکه آقا این جمله کجا به کار رفته معنی نهاییش چه خیلی کار سختیه یعنی شما از تک تک مخاطبان دارین میخوان که مغزشون رو به کار بندازن و جداگانه هر موقعیت رو قضاوت بکنن و این خیلی کار سختیه راحت‌تر چیه اینه که عادتش میدم مخاطبا که هر جا همچین جمله شنیدی همچین کلمه شنیدی مغزت باید زنگ بزنی بگی نه نه من دارم به گناه میفتم یه نگاه خیلی مذهبگونه و ایدولوژی است دیگه این خیلی ترسناک میتونه باشه اگر در چنین جهانی اگر شما یک شماگل زنانه بکشید در کارتون و کاریکاتور اون زنگ خطره میتونه صدا در بیاد آقا داری کار سکسیستی میکنی یه اغراق توی هیکلش بدین آ آیا سکسیستیه یه یه آدمو فربه بکشید پد شیمینگ میدونین یعنی آدم این خود کار... این این آدم شاخ تو این فضا چه معنی داره چه نقشی داره بازی میکنه میدونی این آه... یه مقدار سطح تحمل ها رو پایین اووردند و آدمها ها رو نسبت و مخاطبین رو آه... عادت دادن که یک سری سنسور داشته باشن نسبت به چیزهای مختلف و تابوهای جدید این کاری که مذهب داره میکنه این حرف رو نظری اینو نخورید اینو نیاشامید اینو نگید کوچکترین حرفی داشته به قیافه پیغمبر رو نشون ندید میدونی یه چیزهای مشخصی داره دیگه و این خیلی عجیبه که در مفاهیم مدرن و اکتیویست جدید هم یه همچین تابوگذاریهایی هایی میشه دست و دیده میلرزه میلرزه راجبه کار بکنن اگه کاراکتری بکشم که سیاه پوست باشه آیا این و این کاریکاتور باشه آیا این معنیش تحقیر اون, اون سیاه, سیاه پوست هست یا اون افریکن امریکن یا هر چیزی که اسمش رو میزنیم هستش خب این, 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 این فضای جب پر میتونم بگم کم تحمدی که در دنیا داره آفریده میشه به جایی میرسه که طرف احساس میکنه توی مراسم اسکار بزنش تو این شده حقش که بیاد بزنه تو گوش مجری مراسم اسکار به <applause> خاطر اینکه توی شوخیا دستش انداخته میدونی میتونه اینطوری اینطوری دامنش وسیع‌تر بشه وسیع‌تر بشه و تحمل‌ها رو هم تو پایین‌تر بیاره و هر چیز اون وقت هر حرکت مجاز بکنه و فکر می اتفاق بعدی که از حاصل این, این اتفاق افتاده اینه که از این طرف اونایی که داره حالا برای اینکه یه ای ذره کنم اونایی که خیلی راست‌تر رفتن دنبال یه سری آدمایی که خیلی زن ستیزن یا خیلی می چون فکر میکنن که نه ما باید اصلا برگردیم به این ارزش های خیلی محافظ کاری مرد این زن این تعریف های صفر و یکی از این ور یه سری اونا خیلی افراطی میشن از این هم به سمت چپ اگه بریم از اون ور درست سنسیتیویتی ها و حساسیت هایی که در مورد این جور یا اینجور جور ها هیچ گونه حق و حرف یعنی در مورد هیچ چیزی نمیشه حرف زد این, این دوگانه دو. سازی ها میکشه این اصلا بدترین چیزه این چیزی که تو دنیا و توی ایران هم میبینیم این این صفر و صدها، این پولاریزه کردن ها این خیلی ترسناکه شما نگاه کنین اصلا برگردیم تو همین فضای اپوزیسیونی می رو داشتیم میگیم تو پارسا وقتی خیزه شروع شد اصلا اینجوری نبودش گروه مختلف اعتراض میکردن حرف میزدن یه ها از یه جایی به بعد یه عده اومدن شروع کردن اینو پولاریزه کردن راست هستی یا چپ هستی و بعد هم راست و چپ رو نه بر اساس تعاریف واقعی بر اساس یه سری میارهای غیر قابل فهم اگر سلطنت طلب باشی یعنی راستی اگر سلطنت رو قبول نداشته باشی یا موافقش نباشی کومونیستی اصلا <تصفح> نه کومونیستی کی کومونیست اصلا, اصلاً <تصفح> خیلی بامرزه است یعنی این یعنی دوگان یعنی گپ گنده ایجاد کردن دیگه یه شکاف بزرگ ایجاد کردن که تو ناچار باید و باید هم انتخاب بکنی این وری یا این ور هستی اصلا وسطی وجود نداره راستی یا چپی این هستی یا اون هستی و تو باید سه انتخابایی بکنی که انتخابت نیست نمیفهمی تو این دور و زمانه چرا چرا من باید مجبور باشم که بین کمونیستا و نگاه چپ آقا من اصلا اقتصاد و آزاد دوست دارم من قبول دارم به نظرم خیلی ناجی هستش چرا من باید با این نگاه چپ محسوب بشم فقط به خاطر اینکه سلطنت رو تو این دور زمانه قبول ندارم و معتقدم قدرت مطلقه میتونه با خودش فساد بیاره خواه نخواه این خیلی ترسناکه این خیلی ترسناکه این دو قطبی کردنه و در دنیا هم همینطور تو آمریکا هم همینجوری این چیزی که میگی اونا هم همینطوری دارن دوگانه سال یعنی یه گروهی کاملا این طرفی هستن واقعا ضد زنن نمیدونم ضد دگر باشا هستن ضد همه چی اون طرف هم از این ور یعنی بازم با تو ای ای انتخاب جایگاهی بکنی در حالی که من خودم نگاه میکنم هیچکدوم از اون دو طرف واقعا تمام قد دوست ندارم یعنی جفتش برای من مسئله آفرینه آره من خودم حالا شاید تو اونقدر دور نری که این حرفا رو بزنی و من میزنم میگم اوایل داستان این جنبش هم من گفتم آقا چه پهلوی چه مسیح چه حال هر کی رئی رئیس اپوزیسیون باشه من پشتش هم مثلا حتی با فلسفه‌ش که موافق نباشم ولی در واقعیت رو در عمل دیدیم که سری داستان همونجور که منم موافقم یعنی خیلی پولاریزه شد حالا شاید به نمیدونم میشه گفت مسئولیت شخصی این آدمایی به خود،, این آدما داد این داستان ولی ای طرفداراشون حداقل حملایی که شروع میکردن کردن به همدیگه یا شاید هم سری نفوذی جمهوری اسلامی مطمئنا از این موضوعش سو استفاده میکرد شک می ندارم میدید که چه تفرق انداختن بین آدما باعث میشه که متزلزل می متزل... چی ببین شک ندارم ببین جمهوری اسلامی این فضا فضاییه که حاصل بذر خود جمهوری اسلامیه اون خودش میدونه که چه چیزیه ببین برای اینکه یه فضای دموکرات خیلی درست حسابی و اینا داشته باشیم این وجود داشته باشه باید احزاب درست حسابی وجود داشته باشه اپوزیسیون متشکلی که حرفش مشخص باشه و بدونیم کی با کی داره طرف هست و کی با, با کی نشست بکنه و صحبت بکنه در صورتیه که این اپوزیسیون احزاب متشکلی وجود داشته باشه که اینا نمایندگیش بکنن مگه ما در ایران حزبی داشتیم مگه ما در ایران تشکلی داشتیم جمهوری اسلامی از اول نگذاشته هیچ حزب و تشکلی به وجود بیاد و احزاب و گروه های اپوزیسیون رو کتوله نگه داشته با سرکوب با خارج از ایران نگه داشتنشون تا برای همچین مواقعی برای اینکه نتونن به موقعش با همدیگه دیگه داشته باشن یا با هم کنار بیان یا تشکلی یه نهاد جوندار هماهنگ بدن و خودشم این رو میدونه و خودش هم این رو میدونه و خودش هم دقیقا هم نقطه ضعفی که ایجاد کرده و به وجود آورده انگشت میذاره سایبری‌هاش هم میفرسته یه سری به نظر من یه سری بازی میخورن یه سری اهداف و اقراض دارن یه سری هم دنبال رو هستن صرفا و یه سری هم یه سری هم سایبریان این سایبریه آره ای که وظیفه‌شون همین این گزارش بزرگ هم اومده بود بیرون تازگی میدونیم که فعالیت بالاخره اینا همه جوری سعی میکنن بکنن که منافع خودشون رو حفظ کنن وجهه خودشون رو توی عرصه بیرومنالی بهتر نشون بدن از اون دیدی که خامنه من گفته که مذاکرم با آمریکا اوکیه یعنی یعنی تمام چیزایی چیزهایی که بر برخلاف شاد ایدولوژی اون آدم افراطی باشه ولی برای بقای خودشون هم میدونن که باید وارد این بازار جهانی و این روابط بینومنالی بشن و خیلی تلخ و چیز دیگه واقعا ما من همیشه میگم بابا این چه سرنوش تخمی که توی این همه تایملاین این همه کهکشان و داستان و دا من باید زرتی من گفتم کاش که من تو نوزیلند یا لوکسامبرگ جای بی ربط دنیا اومده بودم با اینقدر درگیر این موجودای مزخرف نبودم و میدونی میدونم که بالاخره دیر مردم پیروز میشن چون همین این بزرگترین حرکتی که میدونی حجاب که به عنوان یه ستون اصلی عقاید بر همین انقدر سخت هستن چون دیگه در اظهان عمومی دیگه این یعنی بین رفته این کانسپت و یه اقلیتی هستن که با خشونت و با سرکوب با هر جور چیزی که هست دارن سعی میکنن که اینو برگردونن ولی نمیشه وقتی که مردم یه سری آزادی های میچشن یه سری چیزایی رو لمس میکنن نمیتونی دیگه ازشون پس گرفت بخصوص خصوص بعدی هم کم که بزرگتر میشن دورتر میشن هم خود میگفتی دهه 60 که ما بزرگ شدیم. الان بیشتر آدما متنفر شدن به زور و کتک ما رو میخواستن ببرن سر نمازخونه بله الان بچه های الان من دور من, دور خودم یعنی هیچ کیو نمیشناسم که نماز بخونه یا معتقدی اگرم هستش فقط به خاطر اینکه این مادر پدرش سمبل قدرت اولیه ای اونا بودن که بهشون گفتن که ببینید یه جوری میخوان اون اون وجهه خانوادگی خودشون رو مثلا نگه دارن یا حفظ کنن و من حتی اون بچه حزب رو میدونم که اصلا به این چیزا اعتقاد ندارن دیگه نه فقط برای پول فقط باور برای باور پول و برای مکان و موقعیت خودشونه رامین جان اینا زندگی ما رو نابود کردن من از اینا متنفرم بچگی ما رو از ما گرفتند با آرمان ها و ایدولوژی هایی که خودشون هم بهشون باور نداشتن به زور سرکن همه رو شکل خودشون بکنن به زور سرکن ماها رو شکل خودشون بکنن جوانی ما رو از بین بردند آرزوهای ما رو از بین بردند توی روزنامه ها مجلا کار میکنیم بستن همه شو نابود کردن میدونید من از اینا متنفر و بیزار هستم در عین حال با تمام بلایی که سرم اووردن خوشحالم که در این مقطع هستم و اینجا هستم میدونم تایم،, تایم دایم خیلی بهتری میتونست وجود داشته باشه برای زندگی میدونست آلترناتیف خیلی بهتری برام موجود باشه ولی خوشحالم که الان هستم بر اینکه بوی از بین رفتن اینا رو دارم استشمام میکنم و یه چیزایی که حسرت میخوردم که هرگز نخواهم دید هرگز ایجاد نخواهد شد دارم میبینم نشون رو از جمله از بین رفتن هجاب اجباری که تا ده سال قبل باور کردنی نبود اون موومنت سبز هم اون جنبش سبز هم همه محجبه و پوشیده و فلان و مرآت کن در واقع شرکت کردن و اعتراض کردن اون موقعش هم کسی باور نمیکرد الان در عرض ده سال، پونزه سال، یه چنین چرخشی جوری که اصلا نمیتونن اینو کاریش بکنن یه اتفاقی که از من داشتم بکنم دوستها میگفتن به نظر من حکومت ارسه رو توی میدان باخته اگه بگیم میدان خیابون ها توی سطح شهر و کشور و جامعه است حتی جامعه جهانی به نظر من تو حکومت جمهوری اسلامی عرصه رو باخته میدان نبرد و به مردم باخته اینکه لشکر کشی میکنه تمام قوار میاره تو خیابون رو میچینه از وحشت هی ناچار هر وقتی با این کار رو بکنه این اقتدار نیست این, ش... این باختنه تو عبد که نمیتونه نظامی لشکر کشی بکنی میدونیم تو بالاخره به این مردم احتیاج داری برای اینکه این کشور رو به پیش ببرن اینو باخته نتونسته هجاب رو برای اینکه هجاب رو اینا بتونن به مردم بکنن باید چند هزار تا آدم تو خیابونا بیارن همچین،, همچین, نیروی انسانی حتی ندارن حتی اونایی که میرن تو خیابون تذکر هجاب بدن شاید 500 تاشون هزار تاشون خیلی هار باشن بقیهشون آدمی زادن خوششون میاد که مدام گیر بدن بعد فوش مردم پشت سرشون باشه یه درگیری داشته باشن برند خونه اونا هم انقدر حتی نمیخوان سخت بگیرن حتی زیر ساخت این قضیه و لوجستیکش هم حکومت نداره تنها جایی که داره و اون رو بلد هدایت کنه و در اون پیروز باشه تو ذهنهای ماست جنگ روانی رو میبره از دم اگه مثلا 5000 هزار تا منصب اینا دارن هر 5000 نفر مشغول اظهار نظر کردن و هم تو این رسانه داره باستا پیدا میکنه فلانی اینو گفت و همشون هم اینجوری میگن که ما سیاه چه میدونم می یعنی یعنی واقعیت مسلمو دارن انکار میکنن و دارن دروغ میگن توی صحبت‌های سران این حکومت پیروزترین و فاتح‌ترین ترین هستن ولی عملا داریم میبینی اینا شکست خوردن در نتیجه به نظر من همونطور که اونا یه نکته ای رو فهمیدن اونم اینکه چقدر راحت یه بازی کاملا باخته و یه دست کاملا از دست داده رو میشه با جنگ روانی توی ذهن مردم برعکس کرد آه. اه نیازی نیستش که حالا صد هزار نفر بیان توی خیابون مردم رو بزنن تا همه وحشت بکنن کافیه که چند نفر رو بزنی و بعد این رو شروع کنی روش اغراق کردن پیچوندن پیچوندن روش جنگ روانی کردن تا میلیون نفر از ازش بترسن اونا ارزش جنگ روانی و بازی روانی خوب فهمیدن حکومت ایران خوب فهمیده ما هم پی این جنگ هستیم ما هم باید بفهمیم در باید به نظر من اتفاقا روی پیروزی هامون بیشتر مانور بکنیم ما پیروزی داشتیم تو این یک سال پیروزی هایی که قبلش فکرشو نمی کردیم چیزهایی رد و بدل شده و گفته شده تابوهایی شکسته شده قبهایی شکسته شده در نظر حکومت البته که قبلش متصور نبودیم اینکه توی روز روشن بنیر خامنه ای و خمینی و نمیدونم سلیمانی آتی زده بشه اصلا به فکر کسی رو نمیکرد اینکه تو خیابون پر آدم بی باشه و به اونجاشون هم نباشه کسی اصلا فکرش رو خیلی از چیزهای دیگه اینه که به نظر من امیدی که واهی نیست امیدی که در واقع متکی روی چیزایی که داریم میبینیم سطح جامعه باید تزریق بشه خیلی موافقم باید چه چه های خیلی،, خیلی خوبی گفتی چون واقعا یه روزی آدم, آدم، ما هم آدم... آدمیم یه روزی واقعا یه ذره سرد میشیم یه ذره اه، اه، احساس میکنیم که اه این اینقدر نزدیک بودیم ولی یه ماراتونه این پروسه دیگه یه, یه اتفاقیه که خب 45 ساله که اینا دارن روی این قضیه کار میکنن 45 ساله که اینا حکومت داشتن یا عالمه نمیدونم پایگاه قدرت و پول و ثروت و اینا معلومه که اینو به راحتی از دست نخواهند داد معلومه که یک شبه میسر نمیشه ولی باید روی این قضیه کار کرد یعنی همین که احساس میکنید در یه مقطعی خیلی نزدیک بودیم باید به ما اتفاقا امید بده که باید بیشتر کار بکنیم اینا میفتن میدونید یکی از دوستان حرف خوبی میزد من حرفش ازش میدوزم میگفتش که ببینید یه بازی خوب یه مبارزه خوب مثل فوتبال همیشه هم الزاما حمله کردن نیست یه وقتای دفاع خوبه ایتالیا چند دوره توی فوتبال اومد با بازی دفاعی برد قهرمان شد اتفاقا یه جایی مقاومت خوب کردن مقاومت همه جانبه کردن در مقابل حملات میتونه از پا به اندازه اون کسی که مقابلت قرار داره این کاری که ما داریم انجام میدیم ای در ایران داره اتفاق میفته این حرکتی که زنا دارن انجام میدن این که تمام مراکزی که با این زنایی که هجاب ندارن همکاری میکنن بهشون خدمات میدن دارن انجام میدن قضیه این چیه اینه که اگه 1500 تا مرکز باشه که به بی هجابا در حقیقت خدمات بده سه تاشون پلومب بشند از اون, از اون هزار خورده ای خب خبر اونه دیگه طبیعی هم هستش بس اون رو پوشش میدن برای اینکه همیشه امر غیرعادی و امر غیر قانون در واقع هنجار شکن تبدیل به خبر میشه این این ایرادی نداره ولی میتونه تکرار مکرر همون خبر یواش یواش آدمو دل سرد بکنه و اون واقعیت اون 1400 500 مغازه که پدوم پم نشدن و زور حکومت هم نمیرسه همه رو پدوم بکنه با همه رو در رو بشه اونا رو نادیده میگیریم ناخودآگاه بعد مدام ذهنمون رو متمرکز کنیم نه اتفاقای خوبی داره میفته باید بهش کمک کنیم قرض زدن کمکی نمیکنه یقه همدیگه گرفتن هم کمکی نمیکنه مسلما خائن پیدا کردن این, این پرونده سازی کردن هم کمکی نمیکنه موافقم بود کاملا با همه افراد موافقم و امیدوارم اون روزه ببینیم که مثل یارو بود سگ بغداد سگ صدام میگفتن هی میواد تو خیابون میگفت همه چی اوکیه کشور دست نیم سال قبل از اینکه من کاملا یادم یادت ده. یارو رو کاملا یا اسمش رو یادم خیلی هم بامزه بود یادم نیم یادم بعدش اسیر شده بود آمریکایی گرفته بودنش <تصفح> نیم ساعت قبلش داشت میگفت نه هیچ خبری نیستش و نیروهای ما پیروزمندن و اینا آره اینا اینطوری ما... سیستم پروپاگاندا این شکلی هم میشه آره دیگه واقعا بگم هممون زخورده زخ ایم از, این نظام از این دیکتاتوری از این جمهوری اسلامی و کسی نیستش که واقعا زخمی نخورده باشه و من فکر میکنم که الان برای همه دیگه واقعا روشن شده این قضیه که جون هممون در خطره در هر لحظه و شاید بتونیم یه, موق یه موقعی یه کوتاه مدتی بکنیم و در طولانی مدت برای آینده بچه هامون برای آینده خودمون برای آینده مادر پدرامون واقعا باید باید هر جوری که در توانایی خودمون هستش اون قدم خودمون رو برداریم و بجنگیم و میدونم پیروز میشیم دیگه میگم فقط این دل سردی بعد رو از این میاد که میگیم اه اینقدر نزدیک بودیم ما میدونیم و ولی این, این, این قضیه یه ماراتونه و دقیقا به این فکر کنید پنج سال پیش چقدر دور بودیم چقدر دور بودیم واقعا چقدر دور بودیم و الان یه وقتی احساس میکنیم چقدر نزدیکیم چقدر نزدیک بودیم پس نباید نگ... قصه بخوریم حسرت بخوریم که از دستش دادیم نه مانا جون دست در نکنی که اومدی با اون سوال من امروز راست خیلی سوال های دیگه ای دارم ولی ترجیم اگر قبول کنی چون خیلی بحث امروز جالب و جذاب بود و دوست دارم که برگردی دوست دارم که خیلی دیتیل تر بعدا در مورد کارتون و سابقه خودتو اصلا دیل کردن با میدونی من فکر میکنم حالا اگه مختصر اگه دوست داشتی زره توضیح بدی اینکه اون احساس مسئولیتی تو میکنی یا نه وقتی که الان نمیدونم شاید مثلا یکی از پر مخاطب ترین مثلا کارتونیست های ایرانی هست اگه بیشتر نباشی و احساس میکنی مسئولیتی با این قضیه میاد یا تحت تاثیر قرار میده هیچ وقت چه احساسی میکنی وقتی که میدونی که این همه آدم پیگیر کاراتم و الهام میگیرن از کارات و کاراتم خب بدون یه تنز تلخی توش هست من, من بدون تعارف خیلی وقتا اصلا نمیتونم نگاه کنم چون یه به خاطر که خودم ضربه خودم به این که پدرم من کشتن واقعا یه, یه جاهایی هستش که اصلا mm. میدونی انقدر کارات قابل لمسه که آدم رو دیوونه میکنه نمیدونم چطوری توضیح بدم واقعیتش سعی میکنم خیلی به این قضیه فکر نکنم اونقدر کمک نمیکنه آدم به من فکر کنم مثل یه بازیگر دیگه اگه اون هر پیشه باشی مدام متوجه و آگاه به نگاه تماشاگران تئاتر روی خودت باشی که نمیتونی بازی بکنی اون خداگاهی نمیذاره بازی بکنی اینی که سعی میکنم کار خودم رو انجام بدم و در این زمین هیچ ادعایی هم ندارم من, من هیچ وقت ادعا نداشتم کار من صدای مردمه یا یعنی نمیدونم چیه مگه اصلا میشود مردمی رو با این همه تکسر و با این همه سلیقه ها و گرایش های مختلف جمع بس بعد آدم بگه مثلا من صدای مردم هستم یا همین چیزی کاری رو میکنم که خودم باور داشته باشم بهش اعتقاد داشته باشم نهایتا اینه دیگه و امیدوار هستم که ای بتونم باش ارتباط برقرار بکنم باش همدل باشند گاهی اوقات این عده زیاده گاهی اوقات کمتره ولی نهایتا میتونم پاش بایستم بگم ایده منه اگه واقعا اون چیزی که دارم میگم اون البته برداشت کنم یه وقتی اصلا یه دیگه بی ربطیش میشه اصلا اونو نمیدونم دیگه چیکارش باید بکنم اینم یه بخشی از ماجرا و بازیه مرسی مانا جون خیلی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم امروز امیدوارم برگردیم با دوباره هم صحبت آره تخنم. یه, با... یه دفعه دیگه کمتر سی حرف آره آره نمیدونم یهو بس رفت سمتی آره من از یه پاره حرف ببخش نه با من که خیلی لذت میبرم میگم ما ما ایرادیو رو ولمون ویلم... کنن و منم که دارم ویسکی میخورم یه رگ قور زدنم هم یه بالا و همینه ما, نمیتونی ایرانی نمیتون ایرانی باشی و سیاسی نباشی دیگه یعنی میدونی این،, این،, این, یه, روز داشتم تو اینستاگرام یکی رو میدیدم که با افتخار میگفت من ده سال اخبار رو نخوندم میخواستم فلان شده مثلا این چه چیزی که بهش افتخار میکنی میدونی تو حباب خود زیگن اصلا پایه دموکراسی فعال بودن در اون اکته اصلا میگن participating in democracy اصلا تمام اصلش به همینه اگه تو فعالیت کنی که دیگه از حقوق تو استفاده میکنی تو سر تو میزنه یعنی کوئی... این پای... مشکل بزرگ حالا خودش بحث می اینه که خودش بحث می آره. پشت <laughs> یه درد دیگه که راجش باید صحبت <laughs> که یه ذهنیتی که مسئولیت گریزی این همون چیزی که باعث میشه که نهایتا دلت بخواد مسئولیت بدی دست یه بابای اون بالا حالا فرق نداره میخواد شاه باشه میخواد ولی فقیه باشه کسی دیگه مسئله دستش خودت بگی به من ربطی نداره این خیلی ذهنیت ترسناکی خیلی ذهنیت ت... بدیه و استبداد بالاخره با خودش میاره اتفاقا باید شهروند مسعود باش بدین دارید چه اتفاقی میافته که بتونی تأثیر گذار بشی قهرمانی تو کار نیست خب من و تو ما خودمون قهرمانی احسن, احسن. هیچ کس ده. همه قهرمانی میشه از قهرمان نیست دقیقا دم بگیم مانو جون خود باش با هم در تماسیم میبینم خوشحال شدم مرسی من, من میتونم خیلی وقت که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با